آخرین روزهای بزرگترین دیکتاتور دنیا یعنی هیتلر. گلاسیا سلام. امروز میخوام در مورد فیلم دانفال یا سقوط محصول 2004 صحبت بکنیم که نمره 94 راتن تومیتوز به خارج اختصاص داده و یکی از بهترین اقتباس‌ها از جنگ جهانی دوم و به صورت مستند ساخته شده. بریم ما هم ببینیمش. حواسمون اسپویل کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم مصاحبه ای از زنی به اسم ترادل رو میشنویم. ترادل سال 2002 داره صحبت میکنه و میگه که دوران جنگ جهانی دوم یکی از نزدیکترین افراد به هیتلر بوده. حالا میریم به سال 1942، یعنی ابتدای جنگ جهانی دوم. هیتلر از اتاقش میاد بیرون، چند تا زن منتظرن و همه اومدن که مصاحبه کنن بلکه بتونن به عنوان منشی استخدام شن. هیتلر اول از همه ترادل انتخاب میکنه. میرن داخل، ترادل خیلی استرس داره و وقتی که میخواد حرفای هیتلر رو بنویسه خیلی هول میکنه و خسته میشه. هیتلر هم یکم آرومش میکنه و میگه نگران نباش و سکانس بعد که ترادل اتاق میاد بیرون به بقیه خبر میده که پذیرفته شده و قرار اینجا کار کنه. حالا میریم به 2.5 سال بعد، یعنی زمان اوج جنگ. هیتلر روز تولدش و اتاق میاد بیرون و با عصبانیت فریاد میزنه چرا خمپاره های دشمن داره انقدر نزدیک بهمون فرود میاد. و خب سربازها و جنرالا بهش خبر میدن که ارتش دشمن خیلی به شهر برلین نزدیکه. هیتلر هم خیلی عصبی تر میشه که چرا زودتر بهم خبر ندادین و الان نمیدونم باید چی کار بکنیم. به یه مراسم بزرگ میریم و یکی از مهمترین مهره های هیتلر یعنی هیملر رو میبینیم. جنرال هیملر همراه کسی دیگه به اسم فگلاین دارن صحبت میکنن و هیملر میگه که باید کاری کنیم که هیتلر تسلیم شه و الا همه چیز به خاطر اون سقوط میکنه. هیتلر هم همینجا وارد میشه و میبینیم که دستش میلرزه که خب نشونه مریضی هست که میدونیم اواخر عمرش داشته. طرف دیگه شهر برلین سربازهایی رو میبینیم که دارن کلی مدارک میسوزونن. این یکی دیگه از عملیاتهایی هست که وصولت تسلیم شدن باید انجام بدن و تمام مدارک رو از بین ببرن. یکی دیگه از افسرهای هیتلر یعنی اشمک هم میبینیم که داره با بقیه صحبت میکنه و ازشون ناراحته که چرا دارن انقدر زود عملیات تسلیم رو اجرا میکنن. برمیگردیم به همون مراسمی که هیتلر واردش شده بود و همه دارن بهش سلام نظامی میدن. به همون هیملر میرسه. هیملر طبق معمول شروع میکنه به صحبت از اینکه هنوز دیر نشده. میتونی با بحث کردن با حزب مخالفمون کاری کنی که تسلیم شیم و همه چی رو خیلی آروم سر و سامون بدیم. البته که هیتلر خیلی کله خر تر این حرفاسو اصلا قبول نمیکنه. اما خب هیملر نمیخواد عقب بکشه. میره با فگلاین دوباره صحبت میکنه و این بار بهش میگه که مثلا مهم نیست هیتلر چی گفت. من خودم میخوام برم با روس‌ها صحبت کنم و به یه توافقی باهاشون برسم. فگلاین میگه که نباید این کارو بکنی. اینطوری به هیتلر خیانت کردی. اما خب هیملر گوش نمیده و وقتی یه افسر دیگه میاد از اونجا میره. یه روز دیگه رسیده و هیتلر همراه ترادل و نامزد خودش یعنی ایوا در کنار فگلاین دارن صحبت میکنن. فگلاین میگه که جناب هیتلر باید زودتر اینجا خارج شید چون جونتون خیلی تو خطر و برلین ممکنه که از بین بره. البته که نامزدش ایوا بهش میگه باید اینجا بمونی کنار مردم باشی و هیچ وقت نباید پشتشون رو خالی کنی. این در حالیه که مردم شهر دارن گروه گروه از اینجا خارج میشن چون میدونن که همه چیز تموم شده. این وسط مردی طرف ارتشی از بچه‌ها میاد و بهشون میگه شما باید کنار بکشید، باید الان برید دنبال درس و مشقتون چون دیگه جنگو باختیم. اما یکی از افسرها به این مرد میگه پسر خودت یعنی پیتر هم عضو همین ارتشه، تا الان هم دو تا از تانکای دشمن رو از بین برده و به زودی خود هیتلر شخصا میخواد بهش مدال افتخار بده. این مرد میگه ما در این جنگو میبازیم، بس کنید. که پسرش پیتر فریاد میزنه تو خیلی ترسو بعد وقتی ازش فاصله میگیره. توی پناهگاه هیتلر هم یه جلسه فوری تشکیل شده که میخوان یه راهی برای دفاع از برلین پیدا کنن. هیتلر به هر دری میزنه، میگه که فلان ارتشو بکشید عقب، این یکی رو از اونور بیارید، ولی خب تمام نقشه‌هاش اشتباه هم به خاطر اینکه غیر ممکنه ارتش با این سرعت بتونه به برلین برگرده. یه رفعه یکی از افسرها میاد و میگه که من حاضرم با تمام مردانی که دارم تا آخرین جون اون برلین محافظت کنیم، اما باید مردمو بفرستیم برن، کلی آدم اینجاست همشون بیگناهن. هیتلر هم میگه توی جنگ به این بزرگی هیچ آدم بیگناهی وجود نداره. با پایان جلسه افسرها دور هم دیگه جمع شدن و خیلی عصبانی هستن و میگن که هیتلر دیگه رد داده، اصلا نمیفهمه داره چیکار میکنه. فیگلاین هم این وسط هم میگه ما باید کاری کنیم که هیتلر کنار بکشه، ولی افسرهای دیگه با عصبانیت بهش میگن درست از دست هیتلر ناراحتیم، ولی هیچ حقی نداریم بهش خیانت کنیم و تو هم اصلا نباید همچین حرفیو بزنی. هیتلر هم میبینیم که رفته بیرون تا به بچه‌ها تبریک بگه و مدال افتخار رو بده به پیتر. بعدم بهش میگه وقتی که جنگ تموم شه شما به عنوان قهرمان‌های بزرگ ما شناخته میشید چون قرار جنگو ببرید. روز بعد رسیده و نامزد هیتلر یا همون ایوا جشن گرفته تا یکم افسرها و خانواده‌شون خوشحال بشن. از اون طرف هم هیتلر داره تو اتاق با یکی از افسرهاش صحبت میکنه و بهش میگه که باید برلین رو از بین ببریم تا
اگر دست دشمن بهش رسید دستون ازش استفاده دیگه ای بکنه. وقتی افسر این پرسه پس مردم چی، میفهمیم که هیتلر از مردم شهر متنفر شده و میگه اونا انقدر نقطه ضعفشون دارن ضعیف بوده که دشمن تونسته تا اینجا پیش بیاد، پس لیاقت زیادی ندارن. میریم به جشنی که ایوا گرفته. افسرای مختلف میگن که خیلی وضعیت مخاطرناکه، وقت این کارا نیست، اما ایوا میخواد به رقصیدن ادامه بده. حتی فیگلا میاد سمتش و میگه باید هیتلر رو قانع کنی تا از شهر بره، ولی جونش رو از دست میده. ایوا با سرعت بیشتری میرقصه و حالا ترادل هم میبینیم که تو همین جشنه. یه رفعه میزنه زیر گریه و به کسی که کنارشه میگه همه چیز شبیه یه رویاست، باورم نمیشه داره همه چیز تموم میشه. یه رفعه یه خمپاره نزدیکی میخوره و همه مراسمو به هم میریزه. همین وسط که جنگ خیلی بالا گرفته، یکی دیگه از جنرال ها به اسم وایدلینگ رو هم میبینیم. بهش زنگی میزنن و میگن به خاطر عقب نشینی توئه که برلین به اینجا اومده و تو یه خائن حساب میشی. وایدلینگ هم خیلی عصبانی میشه و به پناهگاه هیتلر میره تا توضیح بده که من واقعا داشتم تا آخرین نفسم میجنگیدم. بعد مدتی افسری از طرف هیتلر میاد سمتش و بهش میگه که هیتلر گزارش تو از جنگو خوند و بهت افتخار میکنه که انقدر قفن جنگیدی. برای همین هم فرمانده هیتلر تو رو به عنوان فرمانده اصلی دفاع برگزیده. اما وایدلینگ خیلی ناراحت میشه و میگه کاش به من همچین مسئولیتی نمیدادن. چند روز دیگه هم گذشته و حالا دشمن از قبل نزدیکتره. اون پسر نوجوان یا پیتر رو یادتونه؟ حتی پیتر هم مجبور میشه که یه جا عقب نشینی کنه و دیگه نره جلو. خیلی از فرمانده ها و افسرها توی پناهگاه هیتلر پناه گرفتن و ترادل هم این وسطه. از یه افسر سوال میکنه که نیروی کمکیمون که قرار بود برسه بالاخره اومده یا نه. افسرم بهش میگه که باید تا الان میومدن تا نجاتمون بدن، اما فکر نمیکنم دیگه این کارو انجام بدن. فیگلای میاد و به ترادل میگه باید هر چیز زودتر از اینجا فرار کنیم. من مطمئنم که دیگه هیچ چیز درست نمیشه. اما ترادل میگه که من مطمئنم که فرمانده هیتلری کاری برامون میکنه. اون بهم گفته که یه تیمی برای نجاتمون قراره برسه. فیگلای که میفهمه حرفاش تاثیری نداره به اتاق جنگی میره که هیتلر و چند تا دیگه از افسرها جمع شدن. یکی از افسرها میگه نیروی کمکی قرار نیست به اینجا بیاد. اونا پشیمون شدن و میدونن که این عملیات خیلی خطرناکه. هیتلر خیلی عصبانی میشه. همه رو میفرسته بیرون غیر از 3 تا از نزدیکتریناش. حالا بیش از قبل عصبی و فقط فریاد میکشه. میگه تمام افسرهای من بهم خیانت کردن. به خاطر شماهاست که ما داریم شکست میخوریم و الان دیگه جنگ از بین رفته. صداش انقدر بلنده که همه افراد بیرون اتاق از جمله نامزدش ایوا هم دارن میشنون. بعد میگه که درسته ما شکست خوردیم، ولی من حاضر نیستم برلین رو رها کنم و ترجیح میدم که با یه گلوله تو سرم جون خودم رو بگیرم. وقتی اتاق میاد بیرون همه با ناباوری دارن نگاهش میکنن. هیتلر به نامزدش ایوا و دوست صمیمیش همون ترادل میگه که میتونید همین الان از اینجا برید، دیگه هیچ راهی برای نجاتمون نیست. ایوا میاد بغلش میکنه و همدیگر رو میبوسن و میگه تا آخرین نفس کنارت میمونم. وقتی هم اتاق میرم فیگلان به بقیه افسرها میگه فرمانده هیتلر گفتن که دیگه همه آزادیم هر کاری بکنیم، چون دیگه هیچ راهی برای پیروزی نیست. اما افسرها میگن ما تا آخرین نفسمون میخوایم کنار هیتلر بمونیم و باهاش بجنگیم. برای مدتی صدای خمپاره قطع شده و یکم فضای بیرون آرومه که ایوا همراه ترادل و چند دخترای دیگه میرن بیرون تا یکم قدم بزنن. یکم دیگه میگذره و افسرش بنکو میبینیم. یادتونه اون اول موقع سوزوندن کاغذها به یکی از افسرهای دیگه گفتش که نباید انقدر زود تسلیم شیم. اشمک مسئول رسوندن تدارکات به بقیه است. الان هم داره همین کارو انجام میده که میبینه همه چیز از قبل به هم ریخته تره. افسرها دیگه به صورت خودمختار دارن آدمهای بیگناهو میکشن. همه جا آشوب شده. حتی توی خونه سالمندان تمام پرستارها از بین رفتن و خلاصه وضع برلین افتضاحه. توی سکانس هم یکی از مهره‌های خیلی مهم نازی‌ها رو میبینیم که یکی از افسرها میاد بهش میگه ما داریم شکست می‌خوریم، هیچ چیزی برای سربازامون نمونده و حتی غذا هم نمیتونیم بهشون برسونیم. این مردم میگه که وقتی مردم آلبان به ما نازی‌ها رأی دادن تا به همچین جایی برسیم، خودشون سرنوشتشون رو انتخاب کردن و میدونستن ممکنه همچین چیزی پیش بیاد، پس نباید الکی قصه‌شون رو بخوریم. میریم پیش هیتلر، نامزدش ایوا و دوستشون ترادل و یه نفر دیگه که نشستن و دارن در مورد راه‌های گرفتن جون خودشون صحبت می‌کنن. هیتلر میگه بهترین راه اینه که با گلوله به سرمون شلیک کنیم، اما نامزدش ایوا و ترادل مخالفن و میگن لطفاً برامون یه سری قرص سیانور تهیه کن تا بتونیم خیلی راحت‌تر و آروم‌تر این کارو انجام بدیم. هیتلر هم براشون فراهم میکنه. شب شد و میبینیم ایوا و چند تا دیگه از زن‌ها دارن وصیت‌نامه‌های خودشون رو می‌نویسن. این در حالیه که تو خود شهر هم همه چیز به هم ریخته‌تر شده و فقط صدای آشوب و جنگ میرسه. میبینیم که پیتر همون نوجوان یکی از دوستاشو میبینه که جونش رو از دست داده. میخواد فرار کنه که میوفته توی چاله و از
حال میره و وقتی به هوش میاد صبح شده و یکم سر و صدا خوابیده. میریم پیش هیتلر، بهش نامه میرسونن و متوجه میشه که یکی از افسرهاش تو یکی از جبهه ها خودش رو تسلیم کرده و رفته با حزب دشمن. چیزی که خیلی عصبانیش میکنه و متوجه میشیم تا الان چند بار این اتفاق افتاده. از اون طرفم میریم پیش ایوا که یکی دیگه از افسرهای مهم وارد همینجا میشه. ایوا خیلی خوشحال میشه و میگه چقدر خوب شد که اومدی. هیتلر نیاز داره که بدون یکی مثل تو هنوز کنارش هستش. اما این افسرم میگه من فقط برای خداحافظی اومدم چون میخوام همین الان شهر رو ترک کنم. با هیتلر شروع به صحبت میکنن و اون بهش میگه که من بهت افتخار میکنم و اصلا ازت ناراحت نیستم که الان میخوای همه چی رو رها کنی. این مردم میگه تو بهم گفته بودی که تمام شهر رو نابود کنم اما من نتونستم این کارو انجام بدم. و هیتلر هم دیگه اصلا براش مهم نیست، نه ناراحت میشه نه عصبانی، بلکه که مرد میره فقط با سکوت نگاهش میکنه. دوباره شب شده و میبینیم که هیتلر و چند تا از افسرهایی که باقی مونده همراه نامزدش دارن شام میخورن. یه دفعه کسی میاد داخل و بهش میگه هیملر، بزرگترین کسی که خیلی برای هیتلر مهمه، با ارتش دشمن صحبت کرده و باهاشون توافق کرده که خودشونو تسلیم کنن در قبال یه سری چیزهای خاص. چیزی که هیتلر رو خیلی دوباره عصبانی میکنه و شروع به فریاد زدن میکنه. دوباره همه میرن غیر از همون 3 تا افسر عالی رتبهش و این بار هیتلر دیگه مثل دیوونه ها حرف میزنه. شروع میکنه به گفتن یه سری چیزهای غیر واقعی که مثلا میتونیم از اینجا به دشمن حمله کنیم، فلانی از اون طرف میادش، این ارتشو هنوز داریم، در حالی که هیچ کدوم اینا واقعی نیست و این 3 نفری که تو اتاقن هم قشنگ اینو میفهمن. با پایان حرفاش هم یکی از همین مردا میاد سمتش و میگه لطفاً اجازه بدید من و خانواده‌ام از برلین بریم، اینجا دیگه همه چیز داره تموم میشه. حتی فیگلان، یکی از نزدیکترین افرادشون، هم الان گم شده و مطمئنیم که از شهر رفته. هیتلر هم عصبانی میشه و میگه شما حق ندارید اینجا برید، فیگلان هم پیدا کردید باید اعدامش بکنید. این مرد خیلی به هم ریخته است و میره پیش خانواده‌اش. یه دفعه این نارنجکش رو برمی‌داره، زامنش رو میکشه و جون خودش و خانواده‌اش رو میگیره تا همه چیز فقط تموم شه. میبینیم که افسرهای دیگه هم فیگلان رو پیدا میکنن. اون فرار نکرده و فقط تو اتاقشه. برام بدون هیچ حرفی میارنش وسط شهر و در حالی که اون دستشو بالا گرفته جونش رو میگیرن. روز بعدی رسید و میبینیم همچنان هیتلر امید داره که ارتشی برای نجاتش قراره برسه. ترادلم از خواب بیدار میشه و سری به اتاق هیتلر میاد تا یکی دیگه از سخنرانیاش که آخرینش هم هست رو تایپ بکنه. البته که وسط راه میبینه همه سربازها دارن در مورد گرفتن جون خودشون صحبت میکنن. بعد پایان حرفاشون هم میبینیم که میره و با ایوا بالاخره عروسی میکنه. دوباره هیتلر با یه سری دیگه از افسرها جمع شده. این بار براش سری مدرک مستند میاد که آقا قرار نیست ارتشی بیادش، اون ارتشی که قرار بود بیاد سمتمون از بین رفته. اما همچنان این مرد میگه نباید تسلیم شیم، هنوز یه راهی وجود داره. اما خب دیگه خودش هم میدونه که همه چیز دروغه. وقتی از اتاق میاد بیرون به یکی دیگه از افسرها میگه من و همسرم الان میخوایم بریم توی اتاق و جون خودمون رو بگیریم، لطفاً جنازه های ما رو برید بیرون و بسوزونید چون دوست ندارم که به روسیه ببرن. ساعتی بعد میبینیم که شنگ همراه یکی از دکترها به اینجا میان و دکتر میره که با هیتلر صحبت کنه. شنگ هم پیش بقیه است و اتفاقی متوجه میشه که هیتلر داره در مورد گرفتن جونش سوال میکنه. بعدم میبینه که چند تا از افسرها قرصی رو تو دهن سگ هیتلر قرار میدن تا جون اونا هم حتا بگیرن. ایوا و ترادل دارن با هم صحبت میکنن و ایوا میگه که تو باید از اینجا بریم، من مجبورم کنار هیتلر بمونم. حتی کت خودش هم به ترادل هدیه میده و میگه فقط از اینجا برو. ساعتی بعد هیتلر و ایوا نزدیکتریناشون رو دور هم جمع کردن و با همه خدافظی میکنن. همین که میرن تو اتاقشون، ترادل هم سری فرار میکنه تا از شهر خارج شه. اما قبل خروج از پناهگاه، بچه‌های همون مهره اصلی حزب نازی رو میبینه که یه جا وایسادن و هیچ کسی نیست ازشون مراقبت کنه. بعد مدتی صدای شلیک 2 گلوله میاد و خب همه میفهمن که کار هیتلر و ایوا تموم شده. افسرها هم اینو اعلام میکنن. جنازه این دو نفر هم بیرون از پناهگاه میسوزونن. اون مهره خفن حزب نازی که بهتون گفتم و یادتونه، اونم خیلی از شنیدن این خبر شوکه و عصبانی میشه. با این حال نامه‌ای برای روسیه میفرسته و میگه که ما حاضرین باهاتون یه معامله‌ای بکنیم در صورتی که بذارید اینجا زنده بمونیم. اما خب روسیه اینو قبولش نمیکنه و میگه ما فقط میخوایم حمله کنیم تا شما تسلیم شید. هیچ مذاکره این وسط وجود نداره. میفهمیم که ترادل بعد دیدن اون بچه‌ها همینجا مونده و حالا رهبر حزب ازش میخواد که بیاد و آخرین بیانیه اونو براش تایپ بکنه. این در حالیه که همسر همین رهبر حزب میره به اتاق بچه‌هاشون. به آرومی طرف هر کدوم میره و یه قرص سیانور تو دهن همشون میندازه تا جونشون رو بگیره. ترادل هم بالاخره داره پناهگاه خارج میشه و میبینیم که توی پناهگاه تمام افسرها دارن دونه دونه جون خودشون رو میگیرن. دیگه آلمان تسلیم شده. اون نوجوان یا همون پیتر میره پیش خانواده‌اش و میبینه که اونا هم جون خودشون رو گرفتن. همین بلا سر اون رهبر حزب و همسرش هم اومده. ترادل و دوستش به جایی میرسن که ارتش آلمان وایستاده و میخواد خودش رو تسلیم بکنه. یکی از فرمانده‌ها میاد سمتشون و بهشون میگه باید همین الان از اینجا برید. شما زنید، اونا کاریتون ندارن.
دوست ترادل میگه من میخوام کنار سربازها بمونم، اما ترادل به سمت ارتش روسیه راه میفته. خب اونا فکر میکنن یه آدم بیگناه و کاریش ندارن. البته که وسط راه پیتر میاد سمتش، دست اونو میگیره و دوتایی هم میونه سربازها رد میشن. حالا مدت ها گذشته و میبینیم که ترادل همراه پیتر با یه دوچرخه دارن همچنان از میدونهای جنگی فرار میکنن. سکانس آخر فیلم برمیگردیم به همون مصاحبه‌ای که اول فیلم میدیدیم. ترادل به بیننده ها میگه که من پشیمونم که چرا راه اشتباهی رو انتخاب کردم. حالا نمیدونیم منظورش اینه که چرا از اول با هیتلر بوده یا چرا اون آخر ارتش آلمان رو تنها گذاشته و فرار کرده. و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. میدونسته یکی از ویژگی های نازی ها اینه که پست های یوتیوب رو لایک نمی کنن؟ لطفا لایک کن، مرسی. من اصلا به طرز فکری شماها نمیخوام دخالتی داشته باشم. یه سری ممکنه که همچنان هیتلر رو دوست داشته باشن، یه سری با تمام وجودش متنفر شده باشن. من میخوام به عنوان یه حد و وسط صحبت بکنم که دقیقا محتوای همین فیلمه. این فیلم نمیاد خیلی نازیسم رو بد جلوه میده، نمیاد خوبی هاشو میگه، میاد دقیقا توی حد وسطی تمام واقعیت ها رو به ما نشون میدادش. ما داریم توی فیلم با هیتلری آشنا میشیم که خب شخصیت شاید جالبی داشته باشه، طرز فکری فوق العاده خوبی داره به نظرم، نه اینکه کارهایی کرده درست بشه. ایدئولوژی که توی ذهنشه خوبه، به خاطر اینکه میخواد به صلاح مردم خودش عمل بکنه، اما در نهایت این آخرین کاری هستش که میخواد انجام بده. هدفهای اصلی اون خیلی جاه طلبانه است، به مصلحت خودشه و فقط میخواد اون نفرت خودش، اون یهودی ستیزی خودش رو به نمایش بذاره. برای همین هم هست که میبینیم اردوگاه های کار و اتاق های گاز و هزاران کار مختلف وحشتناک دیگه انجام میده. فیلم دانفال میاد از همه این واقعیت ها یه سری چیز چکیده رو بیرون میکشه و نشون میده که آقا اگر حتی هیتلر باشی با اون ابهت، با اون قدرت زیاد، اگر همچین شخصیتی داشته باشی ولی در نهایت به فکر اطراف خودت نباشی، حواست نباشه که چی کار میکنی، نجات پرستی جلوی چشمات رو بگیره، دیگه حواست مردمت نباشه، خلاصه که اگه پشتت خالی بشه در نهایت میری توی پناهگاه با همسرت، یه شلیک به سر خودت میکنی و همه چیز تموم میشه. ما توی فیلم با خیانت اطرافیان هیتلر مواجه میشیم، چیزی که به نظرم در اصل همین باعث شد که دانفال یا سقوط به وجود بیاد. شاید که اگر این اتفاقا نمیافتاد هنوز هیتلر بود و اصلا معلوم نبود دنیا به چه جایی رفته باشه، چه خوب چه وحشتناک. به هر حال شما فکر کن که یکی مثل هیملر نمیرفت اون توافق رو انجام بده و همچنان پشت این مرد میموند، یا اون ارتش تسلیم نمیشد و برای نجاتش میومد، ممکن بود که همه چیز کلا برگرده. اینجا جاش نیست که بگم، به خاطر اینکه خیلی بحث شورانیه. اگه دوست داشتید کامنت بذارید یکی دیگه از فیلم های این زمینه رو با هم کاور بکنیم و آخرش خیلی بیشتر در مورد اینکه اصلا چی باعث شد این مرد سقوط بکنه حرف بزنم. بزرگترین ویژگی فیلم دانفال به نظرم اکتینگ فوق العاده حرفه ایشه. اینقدر این بازیگر نقش هیتلر خفنه که شما بارها شک میکنی شاید واقعا خودش داره بازی میکنه، مخصوصا تو همون سکانسی که عصبانی تو اتاق بغل افسرها داره فریاد میزنه. واقعا به نظرم یکی از فوق العاده ترین سکانس های سینمای دنیا دیگه. همین، نمیخوام سرتون رو درد بیارم، ولی اگه دوست داشتید حتما بگید که تو ویدیو بعدی یه 10-15 دقیقه فقط در مورد همین قضیه ها حرف بزنیم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. روزتون هم گلاسی.